کار و دومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. اگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. با درود و احترام خدمت همه شما دوستان عزیز و ناظرینم، آریا هستم و شما به یکی دیگه از برنامه‌های این کانال توجه می‌کنید. حقیقتش دوستان عزیزم، تو اون وادی و تو اون حال و هوا نیستم که بخوام برم یه برنامه بسازم که قبلش کتاب بخونم و بررسی کنم و بعد خلاصه نویسی کنم و بخوام این برنامه‌ای که مثل مستنداتی که تا تو کانال دیدید خدمتتون ارائه بدم. نه، این برنامه است که شما فرض کنید یک رفیقی نشسته جلوی رفیق بزرگتر یا کوچیکترش و میخواد یه سری حرفا بزنه، گپ بزنه. اگه اهل چایی یه چایی برای خود بریز، اگه اهل قهوه یه قهوه برای خود بریز، اگه اهل آبجو یه آبجو خنک واسه خود بریز، بشین که یه سری صحبت باهات دارم هموطن، رفیق من. و قبل از این قضیه، قبل از اینکه خود برنامه هم بپردازم، اولا یک دنیا، یک ایران سپاسگزاری میکنم از همه شما مخاطبینم، بابت حمایتاتون، بابت محبتاتون، بابت آگاه بودنتون، بابت همه چیز. واقعا ازتون سپاسگزارم و سفری در پیش دارم. سفرم رو برم برمیگردم و هم سفرم کاریه، ولی خب بالاخره آدم سفر که میره، قرار بود دیرتر برم ولی خودم جلو انداختم. سفرم که آدم میره، حالا هواشم عوض میشه تا یه حدی. سفر میرم برمیگردم، سعی میکنم برنامه ها رو حالا کمتر بیشتر به حالت قبل، اون چیزایی که به نظرم مفیده رو خدمتون ارائه بدم. به قول سرنگ شخی پور داشتم باهاش صحبت میکردم مجددن، گفتش که فقط کار خودتو بکن، زمان همه چیز رو مشخص میکنه و مردم هم انقدر آگاه شدند که بخوان سره رو از ناسره تشخیص بدن. حالا بگذاریم. ببین دوستان، دیدم تو این ماجرای ساسیمانکن یه جو عجیبی به وجود اومده و جامعه خیلی دچار تعجب شده. برخی از جامعه، مثلا دوستانی که مثل خودم براندازند یا آدم های سیاسی هستند، خیلی تعجب میکنن، خیلی بقیه جامعه رو با حالت خشم متهم میکنن که آقا شما چطور این همه مشکلات هست، این همه ظلم این حکومت جانی هست، این همه مشکل مسائل سراوان همین الان بود، اعدام ها، مسائل مختلف، چطور هیچ ریاکشنی جامعه نشون نمیده؟ تا قضیه ساسیمانکن به وجود میاد که همچین بمبی منفجر میشه در جامعه. من تعجب میکنم از عزیزانی که تعجب میکنن. ببین هموطن من، یه سری صحبت ها با دارم، به خصوص نسل های کوچیکتر از من گوش کنید، این حرفا به دردتون میخوره عزیزان. ببین، نسل من دهه 60، حالا چه یه نسلم قبلتر، یه نسل دو نسلم بعدتر، این ماجرا رو دارند. حالا من در اون نسل خودم و شخص خودم صحبت میکنم. عزیز من، ماها، من و دوستانم و هم نسلان من عقده‌ای بار اومدیم. ما عقده‌های جنسی داریم، به شدت هم داریم. کسی که در ایران بزرگ شده باشه، به خصوص دهه 60 باشه، دوچار عقده جنسیه. حالا دهه 50 هم هست، دهه 70 هم هست، دهه 80 هم هست. من در مورد نسل خودم که پیک جمعیتی دارم صحبت میکنم و مسلما نسل‌های دیگه هم که در ایران بعد از انقلاب بزرگ شدن این مشکل رو دارن.
یه نفر باید بیاد با صداقت حرف بزنه، از این فضای دروغ و ریا و نیرنگ که جامعه ما رو برداشته حجابش رو بزنه کنار، پرده رو بزنه کنار، واقعیت ها رو بگه دیگه. حالا بعدن هم هر کی میخواد بیاد این حرفای من رو کات کنه و انگ بزنه، برای مطرح تر شدن خودش برنامه بسازه، هر کار خاص بکنه. من دیگه صحبت هایی که تو ذهنمه میگم، مخاطبین آگاه متوجه میشن. یه نفرم باید با صداقت خارج از فضای دروغ تو این جامعه بیاد حرفای واقعی رو بزنه. ماها در این جامعه عقده‌های جنسی داریم. حالا یه سری آدم حسابی ترن، خانواده دارترند، نمیدونم اهل اندیشه ترند، اهل مطالعه ترند، اخلاق مدارترند، کمتر یه جوری رفتار میکنن که بروز نده خودش رو. کسایی هم که ندارند این مسائل رو بروز وحشتناکی میده در رفتارشون. دلیلم نمیشه که یه نفری هر چقدرم بعدن خودش رو تخلیه کرده باشه این عقده ها از بین رفته باشه. نه، اگر کتاب فیلمنامه فروید ژان پل سارتر، که حالا ژان پل سارتر هم میگن با تلفظ فرانسوی و انگلیسیش فرق میکنه، اگر این رو خونده باشید دقیقاً متوجه میشید که در سن رشد به خصوص این عقده جنسی چه تأثیری رو آدم میذاره و از بین نرفتنی. این واقعیت جامعه ماست، این واقعیت محض جامعه ماست. در این مورد اجازه بدید یه صحبت‌های دیگه دارم، ولی یه مسئله رو در موازات این باهاتون پیش ببرم. من اعتقاد ندارم که جامعه ما به اون مفهوم جامعه سیاسیه. اینو باید بپذیریم. ببین هموطن، من از بچگیم، اجازه بدید اینطوری بگم، من از دوره دانشجوییم، خب وضع مالیم خوب نبود دوره دانشجوییم. قشر متوسط بودم، وضعم واقعا خوب نبود. یه خونه خیلی محقر دانشجویی داشتم، مثلا چه میدونم یه دریا کنار هم میخواستیم بریم، پول تاکسی رو به زور جور میکردیم بریم. و خب دوستان بسیاری دارم، دوستان شخصی بسیاری دارم که در این طیف این وضعیت مالی هستن. حالا داشتم، الان که دیگه خارج از ایران شدم، بخصوص از روزی که فعالیت سیاسی میکنم که دیگه اصلا متاسفانه ارتباطی نداریم با هم، ولی از این قش بودن دوستان من در ایران. بعد از دوره دانشجویی من خب هم کار کردم خیلی شدید، هم دروغ هم نمیگم یک ارثی هم، چون پدر من پزشک متخصص، مرحوم پدر من پزشک متخصص بود و خب در سنین کم من ایشون فوت شد. بعدها بعد از دوره دانشجویی ارثی هم از ایشون به من رسید. خودم هم خیلی کار کردم، وضع مالیم خوب و خوب و خوب شد و خیلی دیگه خوب شد، خیلی خوب شد. در یه تایمی در ایران من وضع مالیم خیلی خوب، و در اون تایم من با خیلی از افرادی هم که سوپر پول دارن تو ایران دوست شدم، دوست بودم. یعنی طیف دوستای من تو ایران هم بچه متوسط رو به پایین بود، هم بچه پولدار دیگه شاخ تهران از نظر پولداری، حالا نمیگم اسم و رسم دار. من تو تمام این قشرا یه چیزای مشترکی دیدم که از نظر سیاسیش قبل و بعد سال 88 خیلی متفاوت بود. اول در مورد فرهنگی قشرای خودم و دوستان بهتون بگم. اصلا ببین من خودم همش میارم تو بازی، کسی بهش بر نخوره. در مورد فرهنگی از من، وقتی میگم عقده های جنسی داشتیم هممون، با وجود اینکه من خودم واقعاً به دلیل نوع زندگیم، به دلیل شرایط زندگیم، از 18 سالگی تنها زندگی کردم. تا قبل از 18 سالگی هم تمام مدت با دوستای خواهرم و اینا دوست بودیم، رفت دوست بود. من دختر رو در زندگیم به عنوان یک دوست خیلی داشتم، نه دوست دختر، خیلی ها، چیزی که بعدا معروف شد به جاست فرند و اینا. اصلا من بدون اینکه بخوام بگم کلمه جاست فرند روش بذارم، اتفاقا من از بچگی با خیلی از دوستای خواهرم بزرگ شدم. بعدم که خواهرم رفت و ازدواج کرد، از ایران رفت، از 18 سالگی تنها زندگی کردم و کلی دوست دختر داشتم. اصلا رفت و آمد میکردن خونه من، میرفتن با من، اصلا میموندن زندگی میکردن. یه موقع میدیدیم مثلا دوست دخترم ازدواجم میکردن با شوهر طرفم دوست بود. حالا شاید تعجب کنید، واقعیت دارم صادقانه حرف میزنم،
دوست بودیم واقعا با هم. یعنی من باز به خدا شخصا به خاطر سبک شرایطی که برای زندگیم بود خیلی خب راحت تر با دخترها بزرگ شدم تو زندگی، ولی چیزی که تو من و همه مشترک بوده یه سری عقده های جنسی بوده که مثلا خوش از نظر رفتاری چجوری نشون میداد. مثلا چیزی که آدم وقتی خارج از ایران میاد مهاجرت میکنه به مسخرگیش خیلی پی میبره، این که مثلا برای یه پسر تا یه سن زیادی مثلا تا سن 25-6 سالگی طرف فکر میکنه این افتخاره که یه نفر سه تا دوست دختر داشته باشه، طرف فکر کنه این افتخاره که یه نفر مثلا یه دوست دختر داره سه تا دیگر هم مثلا بپیچونه فرداش با اون قرار بذاره، بعد مثلا جلو دوستاش بگه آقا من به این هیچ توجهی نکردم، اونو بپیچونه با اینا. ببین اینا یه عقده هایی بود که انگار قدرت بهت میداد وقتی نشون میدادی که رفتار مناسبی نداری تو این مسائل. هر چی بیشتر به قولی به نوعی اهل صد تا دوست دختر عوض کردن نبودی، یعنی آدم مدرنتر و با کلاستری بودی و اینها، این واقعیت جامعه ما بوده، چیزی که من دیدم. و حتی رفتار بد با دوست دخترشم آدم جلوی پسرها و جلوی بقیه دوستاش انجام میداده متاسفانه در یه برهه‌ای. و به نظر من وقتی فکر میکنم آدم بزرگتر میشه پخته تر میشه، همه اینا به خاطر اینه که تحقیر روحی خودت رو ارضا کنی با تخریب جنس مخالفت یه جاهایی. اینا مسائل فرهنگیه، کاری ندارم، اینا خیلی گسترده است، ریشه در حجاب هم داره، باز در این موردم صحبت میکنم باهاتون، ریشه در خیلی مسائل دیرینه فرهنگ ما داره. اما در مورد مسئله سیاسی، ببین دوست من، چه اون دوستانی که من در به طیف پایین تر یعنی فقیر تر داشتم، چه دوستانی که خیلی پول دار بودن، آرمان در بین جوانان ایران بسیار کمرنگ بوده آرمان داشتن و از سال 88 اصلا مرد. ببین حالا هر نوع آرمانی، من خودم از بچگیم از سن نوجوانیم طرفدار خاندان پهلوی بودم، یه بخشیش به خاطر خانواده‌ام بود، یه بخشیش هم واقعا به خاطر اینکه من در عین حال اینکه همه جور تفریح و همه جور کاری کرد جوونی میکنه کردم، عاشق به عنوان تفریح به عنوان هابی عاشق کتاب و تاریخ و مطالعه هم بودم واقعا، و میخوندم میدونستم میفهمیدم که پادشاه برای ایران چیکار کرد، خاندان پهلوی دوست داشتم و میدونستم مطمئن بودم همیشه که راه نجات ایران براندازیه، اصلا با این حکومت نمیشه، اصلا نمیشه با این حکومت به جایی رسید. اما نسل ما یک نسلی بود به خصوص ما در شصتی ها که اوج فعالیت سیاسی ما رو در ایران اصلاحات رقم زد. حالا یه سری ها در درون خودشون برانداز بودن و در فعالیت سیاسی هم که شرکت میکردن چاره غیر از اون چارچوب براشون نبود، نه اینکه برای اصلاحات تلاش کنن. مثلا اگه توی جمعی میخواستن برن بحثای سیاسی کنن فعالیت سیاسی کنن، دو سوم اون جمع همه اصلاح طلب بودن، یا طرف واقعا در دلش برانداز بود مثل من و مثلا برخی از فعالانی که اون زمان باشون دوست بودیم، یا نه طرف اصلا اصلاحاتی بود. سال 88 سالی بود که خیلی ها چه برای آرمان براندازیشون چه برای آرمان اصلاحاتشون اومدن وسط خیابون دیگه، تا جایی که میتونه، یعنی اون کسانی هم که آرمان داشتند تلاش خودشون رو کردن در آرمان سیاسیشون. حالا اون آرمان میتونه غلط باشه مثل اصلاحات، میتونه آرمان درستی باشه مثل آرمانی که من خودم شخصا داشتم همیشه به عنوان براندازی. و وقتی دیدن اینقدر این حکومت خشنه، اینقدر، ببین سال 88 یه چیزی نشون داد حکومت جمهوری اسلامی از خودش که امید رو پرپر کرد، گرد مرده پاشید به روی آرمان، نسل اون پتانسیل فوران شده نسل
دهه 60 و حالا دهه 50 و دهه 70 اوایل 70 اواخر 50 به خصوص دهه 60 رو کشت. جواب وحشتناکی داد. ببین جنبش 88 جنبش بسیار بزرگی بود. گور پدر میرحسین موسوی، گور پدر مهدی کروبی، گور پدر رهبران اصلاحات. بدنه پایین دستش اون روزی که تو 25 خرداد من خودم تو خیابون آزادی بودم، میدیدم چقدر برانداز تو جمعیت بود، میدیدم چه پتانسیلی وجود داشت، ولی این نابود شد، سرکوب شد و یک سرکوب روحی برای آرمان در جامعه به وجود اومد. حالا من چه قبل از 88 چه به خصوص بعد از 88 دوستان خودم رو که نگاه میکنم، دوستان شخصی خودم رو که میدیدم در ایران، اگر از طیف پولدار بودن یا طیف فقیر فرقی نمی کرد، همه اینها آرمان رو گذاشتن کنار و به دنبال زندگی شخصی خودشون هستن. حالا در دلش طرف ممکنه، حالا مثلا در دلش ممکنه یه جای دیگه خیلی بخواد اظهار نظر بین چهار تا دوستش بکنه، چهار تا فحش هم به آخوند بده، چهار تا فحش هم به جمهوری اسلامی بده، چهار تا طرفداری هم از مثلا پهلوی بکنه. حالا فرضاً من دید پهلوی میگم چون خودم پهلوی چیم. اما تمام هدفش، تمام زندگیش هیچ جایش رو برای آرمان نذاشته، همش خودشه، همش زندگی خودشه. اونایی که خیلی پول دارن، اونایی که خیلی پول دارند واقعاً الان در بهشت زندگی میکنن در ایران، جدی دارم بهتون میگم. یعنی از یه چند تا خیابون از نظر مادی ها، من نمیگم حالشون خیلی خوبه، از نظر معنوی و روحی کارشون ندارم، از نظر مادیات زندگی، فقط هم محض مادی پول نیست، از نظر خوشی های ظاهری زندگی، اشغالی که پولدارا دارن تو ایران میکنن و هیچ کسی هیچ جای دنیا نمیکنه، هیچ انسانی هیچ جای دنیا نمیکنه. یعنی اون سبک از لذت بردن و تفریحی که وجود داره تو قشر پولدار تو ایران، من بعید میدونم واقعا فرزندان نمیدونم میلیاردرهای دنیا هم این کارو بکنن. شاید چند تا سلبریتی مثلا هنری در آمریکا، اونم تازه برای شوافشون اینطوری زندگی کنن، ولی اون زندگی حقیقی یه سقشتی تو ایرانه. اونایی هم که وضعشون خوب نیست، فقیر ترند، حالا متوسطند یا فقیرند فرق نداره، متوسطند باشن، بیشتر دارند هرس میخورند و سرکوب میشن از نظر روحی که دارند زندگی اینا رو میبینن. یعنی یه حس یأس و سرکوبی و غمی که به عقده ها داره افسوده میکنه وجود داره که دارن لذت بردن اون قشر پولدار رو میبینن و این یه خشم درونی درشون به وجود آورده. اما برای راه حلش به دنبال اصولی درست کردن مملکت نیستن، برای راه حلش به دنبال اینن که خودشون چجوری پولدار شن، حالا به هر دری حاضرن بزنن، حاضرن هر روش قانونی و غیر قانونی رو بعضن امتحان کنن، هر جوری که میتونن گوش بقیه رو ببرند و این اتفاقا انجام بدن و به پولی برسند خودشون. و اگر به اون پول برسند، به نظر من رهام اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست. یعنی چیزی که نه این طیف نه اون طیف اکثریت در زندگیش قرار نداده آرمانه. یعنی طرف به این فکر کنه که آقا من هر زندگی که دارم خوب یا بد یه آرمان سیاسی دارم که برای اون آرمان سیاسی باید در زندگیم بکوشم، این اصلا وجود نداره واقعا، یا خیلی کمرنگه. ببین من که دروغ نمیگم، بذار ببین، یه آدمی باید صادق باشه دیگه. من خودم هم در زندگیم خیلی تفریحات کردم، خیلی پارتی هم کردم، خیلی اشغال هم کردم و روزایی که با دوستام دورهمی میگرفتم و فلان میکردم و اینا، یه فرقی من با اینا داشتم غیر از یه دونه از دوستان. اینایی که میگم منظورم فعالان سیاسی نیست که در مقاطعی باشون کار کردم در ایران، نه، دوستان نزدیکم، همشونم دوست دارم، همشونم عاشقشونم، هنوزم دلم براشون لک زده. ولی یه چیزی رو دیدم غیر از یه دونه از دوستان من
در مقابله با بحث‌های جدی، اگر تو شما در یه جمعی میرفتی و میگفتی که آقا خب مثلا الان بریم در مورد مثلا پهلوی صحبت کنیم، در مورد فریدون فرخزاد صحبت کنیم، در مورد مسائل سیاسی صحبت، هر چیزی، اصلا نفیت میکردن، اصلا ساکتت. ببین من یه فرق شاید داشتم، من خیلی از این کارا رو که جوونی میکنه کردم، تا فرقش کنارش این بود که من عاشق تاریخ بودم، عاشق مطالعه بودم، آرمانم داشتم برای مسائل سیاسی در زندگی. این تنها فرقه، وگرنه من هیچ وقت جانماز آب نمیکشم. من همه کارم کردم، میگم انواع و اقسام خوشگذرونی هم تو ایران کردم، سبک زندگی هم تو ایران، وقتی میای خارج از ایران، وقتی مهاجرت میکنی، اونم برای مثلا درس و کار و اینا بخوای مهاجرت کنی، بخوای زندگی تو بسازی، دیگه وقتی میای خارج از ایران اصلا یه آدم دیگه ای، اصلا یه آدم دیگه ای، اصلا خارج از ایران محیطش خیلی فرق میکنه با داخل ایران. ولی من میدیدم اصلا اینا حالشون بد میشد من اگه یه کلمه بحث جدی سیاسی میکردم. اصلا این فیلم ها دیدی ول کن دیگه، به خدا اینطوری بودن. یعنی حتی اونایی هم که وضعشون خوبم نبود اینطوری بودن. و این حالت در جامعه ما هست. و من دیدم کانال یوتیوب کوچه، که حتما کانال یوتیوب کوچه رو سابسکرایب کنید، به نظر من خیلی کانال تحلیلی خوبیه، یه صحبتی در مورد ماجرای ساسیمانکن کرد که به عقیده من خیلی حرف درستی بود. گفت مردم ایران الان که فشار اقتصادی وحشتناکی روشون اومده و الان که سرخوردگی های سیاسی براشون به وجود اومده، دیگه دارن در لحظه زندگی میکنن، به خوشی های لحظه‌ای قانعن، دیگه برنامه ریزی بر آینده رو اصلا از زندگیشون حذف کردند. درسته این حرف. و این باعث میشه که مواد مخدر خیلی بیشتر، خیلی خیلی زیاد برای تسکین دادن لحظه‌ای باب بشه. این باعث میشه که مصرف مشروب و الکل خیلی بالا بره. این باعث میشه که هر سختی که یه نفر داره سعی کنه با اعمال، با زیاده روی تو سکس و مسائل اینطوری خودش رو تخلیه کنه و در لحظه زندگی کنه، چون احساس میکنه این جامعه که از پس این شرایط بر نمیاد، احساس میکنه این جامعه که بهش چیزی تحمیل شده و نمیتونه که از پسش بر بیاد، فکر میکنه زورش نمیرسه به این حکومت و به این شیوه بد، اصلا به این سختی های زندگی. و این لذت‌های لحظه‌ای باعث شده که به یه همچین مسائلی مثل قضیه ساسیمانکن و اینا اینقدر با هیجان برای یک خوشی لحظه‌ای، برای یک چند دقیقه فرار کردن از مشکلات و چند دقیقه راحت کردن خودش، به سمت اون هجوم بیاره، فرار کنه، فرار در لحظه کنه. ولی مثلا من یه چیز بهتون بگم هموطنان، یک کشور، یک جامعه، این رو بشنوید از من، چه وضع مالیت خوبه، چه وضع مالیت بده، ببین هیچ کدومتون، هیچ کدوممون خوشبخت نیستیم. توی که فکر میکنی وضع مالیت خوبه و خوشبختی و ول کن و بی خیال سیاست و اینها، تو میخوای یه روزی توی مملکت بچه بیاری، تو میخوای یه روزی بچه‌ت رو توی این محیط بزرگ کنی. این محیط، این وضع حرکت، این وضع اجتماع ضربش رو به خانواده خودت خواهد زد. فکر نکن جستی، فکر نکن داری لذت‌های میبری، فکر ببین جامعه داره غرق میشه به لحاظ فرهنگی، به لحاظ امید، به لحاظ امید به آینده، به لحاظ اخلاقی جامعه داره غرق میشه. و مطمئن باش که در این کشتی که سوراخ شده تو هم غرق خواهی شد. بهترین حالتی که من برای تهران در نظر میگیرم، حداقل دارم در مورد تهران صحبت میکنم که در برای کل کشور صادقه، ریو دو ژانیرو شدن ایرانه. یعنی شما در ریو دو ژانیرو برزیل میبینی که یه وضعیه، یه سری آدم چجوری زندگی میکنن، کنارش چه وضعیتیه، چه محله هاییه، چه و امنیتی دیگه وجود نداره تو اون کشور. ببین
کسانی که فکر میکنید جمهوری اسلامی داره راه درست رو میره، از لحاظ فرهنگی نمیخوام وارد بحث طولانی بشم، فقط یه چیزی بهتون بگم. زمان پادشاه هم مشکلات فرهنگی وجود داشت، اما از نظر همین عقده‌های جنسی وقتی بچه‌ها رو یاد میدادن این مهمترین اصل جلوگیری از عقده شدن جنسیه، وقتی بچه‌ها رو مثلا از مدرسه از سن کودکی در زمان پادشاه شروع کرده بودن مدارس مختلف به وجود می آوردن، پسر و دختر رو با هم بزرگ می کردن، این تابوها رو می شکوندن، این مسائل رو از بین می بردن. این شما می دونم چی فکر می کنید، خیلی از شما که طرفدار جمهوری اسلامی فکر می کنید که وای الان غرب غرق فساده، فکر می کنید حالا من که خودم الان روسی هم، ولی خانواده منم همه آمریکان، خود منم بارها در غرب زندگی کردم، رفت آمد داشتم و در اروپا، و فکر میکنید که آی مثلا الان کل جهان غرب غرق فساده. من به شما قول میدم هیچ جایی در دنیا، به خدا اینو جدی میگم، این جایی در دنیا من دیگه نمیتونم، حالا میگم این همه کشورهای جهانی که نرفتم، به اندازه جامعه ما سکسی نیست، به اندازه جامعه دیده سکسی بین روابط نیست. بابا دیگه دخترای روسیه که میگه تهش فکر میکنید دیگه، میدونم بعضیاتون فکر میکنید دیگه روسیه همه یا دارن ودکا میخورن صبح تا شب، همه یا دختراش هم فاحشن، این دیدیه که ایرانی‌ها دارن نسبت به روسا مثلا. اصلا اینطوری نیست، اصلا و ابدا اینطوری نیست، همه جای دنیا همه چی هست، ولی اون حد از فساد زیرزمینی که تو ایران وجود داره، حالا هر کی بنابر توانش، یکی با تریاک و نمیدونم فاحشه ارزون قیمت، یکی با کوکائین و انواع روابط گروهی جنسی در شمال شهر تهران، یه چیز عجیبی داره در جامعه پیش میره و شما نمیتونی خانوادتو از این وضع نجات بدی. اخلاق مداری در زمان شاه وجود داشت، قبول کنید اینو، یه چیزی به نام، یه جاهایی هم خب بحث سنتی بودن جامعه بود، ولی یه جایی اشتباهاتی هم بود، ولی اخلاق مداری، خانواده مداری، اینا وجود داشته در جامعه، و دختر و پسر رو سعی کردند کم کم با هم بزرگ کنن و خیلی از این مسائل با این ماجرا حل می شود. و یه مسئله دیگه ای که خیلی در مورد زمان شاه مطرح بود واقعا اینه که ببینید کشور به یه فرهنگ احتیاج داره، اصلا کشور بر اساس یک پایه و ستون فرهنگیه که می گرده. در زمان پادشاه ناسیونالیسم اصیل ایرانی پایه و ستون فرهنگی ما بود، حالا چه تولیدات فرهنگی چه تولیدات محصولات فرهنگی کشور هم برگرفته از اون میشود. بعد از شورش 57 که توسط ارتجاعیون سیاه و سرخ، یعنی مکتبیون جهان وطنی و مکتبیون امتگرایی ضد ناسیونالیست به وجود اومد، اومدن گفتن فرهنگ ممنوعه، چیزی رو جایگزینش نکردن، فقط گفتن ممنوعه، همه چی ممنوعه، همه چی غلطه، و اون اصالت و ریشه فرهنگ ایرانی رو از ما گرفتن، چیزی جایگزینش نکردن، و در اون فضای خالی که به وجود اومده بود، خب معلومه هر فرهنگ بیگانه‌ای میتونه بیاد خودش رو بشونه و فرهنگ غالب بشه. پس این تقصیر شورشیان 57 و عمل کردی بود که بعدش داشتن، نه تقصیر شاهنشاه آریامهر که سعی میکرد به مردم ایران فرهنگ اصیل ایرانی رو به عنوان پرچم و هویت اصلی فرهنگی ما به ما بشناسونه. یه چیز در مورد حجاب بهتون بگم، حالا شما شاید باور نکنید، بذار همه این حرفا رو باید صادقانه یکی بزنه. ببین هموطن من، حجاب یک پدیده سکسیه، کشورهای اسلامی بیشترین آتش جنسی درشون، یکی از دلایلی که وجود داره همین حجابه. وقتی شما نگاه میکنید در سایت های گوگل و اینها، بزرگترین سرچ در
کلمات، انواع پورنهای سکسی، انواع اقسام روش های عجیب ارتباطات جنسی و این مسائل از کشورهای اسلامی رده های اول تا دهمش مثلا، نمیدونم حالا حداقل ستای اول که اسلامیان، کشور خودمونم که ماشاءالله اول فکر میکنم اینها. ببین باز میگم کتاب فیلمنامه فروید ژان پل سارتر شما بخونی میدونی. ببخشید دارم اینا رو میگم، بذار من حرفام راحت بزنم، لازمه برای بچه ترها، برای جوون ترها میخوام به یه نتایجی برسم. ببین مرد از طریق قوه تخیلش تحریک جنسی خیلی میشه. به خاطر همین هم هست که مثلا در زمینه هایی مثلا زن کامل برهنه برای یه مرد کمتر تحریک جنسی ایجاد میکنه تا زن نیمه برهنه. برای چی خیلی از لباس های تحریک آمیز و فلان و اینایی که میفروشن و این هم پول دارن و برند دارن و اینها این حالتو داره. و حجاب وقتی جامعه اینقدر چشش حریص میشه برای اینه که قوه تخیل مرد رو به کار میندازه، برای اینه که شما فکر میکنید که در خارج از ایران دیدن بدن چه میدونم برهنه دختر تحریک آمیزه. به خدا در سواحل دریا شما برید تاپلسن همه خانوم ها و نگاه نمی کنه آدم ناخودآگاه. اون حجاب، اون سبک پوششی خیلی بیشتر حالت جنسی ایجاد میکنه. باور نمیکنه طرف منو؟ میدونید که حتی در کشورهایی مثلا حالا قدیم عربستان هم که داره از این منظر داره یه مقدار اصلاحات به وجود میاره، ولی مثلا در کشور عربستان یا جای دیگه همین روبنده که هست میندازن باعث میشه که این قسمت از صورت زن هم برای طرف، برای مرد حالت جنسی پیدا کنه و دیدن این یه بخش هم برای طرف جنسی میشه. فکر کنید من دارم از خودم حرف میزنم، کتاب فیلمنامه فروید هم قبول ندارید. یه بخشی براتون نشون میدم از یه ولاگری که داره کار ولاگ انجام میده و ببینید نسبت به زنان روبنده پوش چی داره میگه. چون همش آدم ببین داره این مرد میگه که آدم همش دلش میخواد ببینه اون زیر چه خبره. ببین دوستان، آدم خیلی باید اعتماد به نفس داشته باشه و خیلی بخواد به خودش مطمئن باشه که بیاد این معضلات رو بگه جلو دوربین و پابلیک تو محیط جامعه ما که همه چیز رو وقتی امنیت یه نفر رو مسخره میکنن، که امنیت من اونطوری داشتن مسخره میکردن معلومه، ولی من میگم برای اینکه شما باید بدونید حجاب جامعه ما رو سکسی کرده. من نمیگم باید کشف حجاب شه قطعی، حتما باید بی‌حجابی باشه، نه. منم نمیگم هر زنی که محجب است دید سکسی نسبت بهش وجود داره، نه. ولی این وضع پوششی بدترین نوعه برای سکسی تر کردن جامعه. رنا باشا دانی واسط دانی بار شکریا شکریا and here we have another shot silk house. Wow, look at this, the masjid and Islamic writing. Salam alaikum sir. Salam alaikum. Here more dresses. What am I sub? Anyway, what am I sub? Salam alaikum. Al Harmain shop. And here we have the writing. And the black dresses, the burqas that people wear, that Islamic women wear. Salam alaikum. Okay. Todamalum. Here's more wedding dresses. What's up? And here is also dresses that Islamic women wear. I like these ones. Yekin na pezena. Look at these ones here, with the headscarves. Salam alaikum sub. Mendeko, koi bati. Danibad. Wow, look, so they wear the scarf, they cover the hair, and just leave a little bit of hair exposed and like a long dress. You know what? I must say something. Assalamu alaikum. I must say something. Yes. Yes. I find it very attractive when you just see a woman's eyes, and it leaves like a lot to the imagination. Sometimes you have very beautiful dark eyes, and you're like, wow, what's behind that veil? I know the veil is meant to kind of stop men. Namaskar. Happy Diwali. Ah, happy Diwali to you. Congratulations. Have fun. I know the veil is meant to cover a woman and stop men from staring at her or checking her out. But to me, when I see a woman, just her eyes showing, I'm like, hello, hot stuff. I like that.
So it has the opposite effect on me. I want to see what's beneath the burqa. Assalamu alaikum, sir. اینایی که دارم میگم همش برای اینه که میخوام یه آسیب شناسی کنم. میخوام به تویی که فکر کردی یه جامعه مسلمان نمونه ساختی و تویی که فکر کردی راه و روش درسته بفهمی که گند زدی و چون در محیط ایزوله خودت قرار داری فکر میکنی که همه چیزا اینیه که درسته. این درست نیست، این اشتباه، شما خراب کردی. شما یه دختر حالا ما که پسریم، اون دختر بدبختی که از بچگی مجبور مقنعه به زور سرش کنه، میدونی چقدر بیشتر از من نوعی که حداقل در پوششم آزادم عقده هایی داره. اینا خیلی بده. ممکنه همه این عقده ها هم در مورد همه افراد به صورت بازخورد جنسی خودشو نشون نده. اصلا فروید چی میگه؟ میگه ناهنجاری های اجتماعی برگرفته از عقده های جنسیه. ممکنه خودش رو در خشونت نشون بده، ممکنه خودش رو در خیانت نشون بده، ممکنه خودش رو در چیزهای دیگه نشون بده. ببین، من فقط به جوانترهای خودم میخوام بگم بچه ها، پسرها، به دختر احترام بذارید. شما مالک زن نیستید. جامعه روزی درست میشه که احساس کنه، متوجه بشه که چند تا انسان دارن در کنار هم زندگی میکنن و مالک زن کسی نیست. این واقعیته. و ببینید، این هنر نیست برادر خواهر کوچکتر من که شما بخوای انواع اقسام روابط جنسی رو هر روز تجربه کنی. احساس آرامشی که در دوست داشتن، در حس خوب با هم بودن با یک نفر به دست میده، با هیچ کسی، هیچ زمانی، هیچ طریقی به دست نمیده. اون مسائل فقط افسرده ترت میکنه. احترام گذاشتن به زن، احترام گذاشتن به خودته. فردا خودت هم دختر دار خواهی شد. اون دختر فردا مادر یکی دیگه خواهد شد. تو به خواهرت مالکش نیستی. تو میتونی هر نظرت رو کمک کنی، مشورت بدی به هر کسی، به خواهرت، به دخترت، به نمیدونم هر کسی، ولی تو حق زور گفتن نداری. تو باید بپذیری که زن یه بخشی از هویت یک انسان کامل واسه خودش، یه بخشی از هویت تو نیست. و همین، ببین، این حس مالکیت و این مسائل به ضرر خودت هم هست. ببین، اینم درست نیست در جامعه ما که مثلا بخشی از زنها انتظار دارن تمام زندگی رو مرد براشون بسازه. من اصلا کلن با این ماجرای مهریه خیلی مشکل دارم، هم با قضیه حق طلاق و نمیدونم حق خروج از کشور و حق فلان و حق بهمان که میدن به مرد مشکل دارم، هم با مهریه مشکل دارم. اصلا این یعنی چی؟ این یعنی من خودم رو به تو فروختم، تو هم منم بخشی از تو، هم تو هم باید مالک من باشی. و اونی هم که مالک، هم ببین یه نفری وقتی مالک یکی دیگه است، خب باید خرج خورد و خوراکش رو بده، خرج غذاش رو بده، خرج زندگیش رو بده دیگه. همه چی رو خراب داریم میکنیم. باید یه روزی این چیزا بشکنه. ما باید به برابری واقعی انسان‌ها ایمان بیاریم. حالا فکر کنید دارم شعار میدم. ببین، آدم تو زندگیش پخته تر میشه، بزرگتر میشه. هرچند من تو زندگیم رفتارام، من دارم همش به خودم میزنم که کسی بهش بر نخوره، وگرنه من تو زندگیم رفتارهای خیلی غلطی نداشتم. ولی یه چیز نهایی هم بگم. ببین هموطن من، میدونم در رنجی، میدونم در عذابی، ولی مواد مخدر و مشروب و عشق و حالهای لحظه‌ای نجاتت نمیده، بدترت میکنه. ببین، از من بپذیر، از من بشنو. حالا مشروبو که منم میخورم الان بعضی موقع، حالا چه مهمونی بشه، نمیدونم یه کلابی بخوام برم، یه باری بخوام برم، من نمیگم آدم، ببین، آدم چیزی نیستم که، آدم دوگمی نیستم که. مواد که اصلا هیچی، واقعا ببین هیچ فایده‌ای برات نخواهد داشت. هیچ یعنی
فقط تو رو مایوس‌تر، دپرس‌تر، نابودتر میکنه تو زندگیت. حالا فکر کن من نشستم باید حرف خوب بزنم، دارم شعار میدم. من دیدم ها، ببین من دوستان کمی نداشتم تو زندگی، آخر نتیجه این چیزها رو دیدم، لمس. ببین من پارتی میکردم، اشغال میکردم، الانم چی بهش، حالا یه خود سن آدمی رو بالاتر حوصله‌اش کمتره روی این مسئله، ولی مثلا الانم چه می‌دونم کلابم بعضی موقعا میرفتم، اونو قبل کرونا مشروبم میخوردم، دوست دخترم دارم، رابطه خوبی هم دارم مثلا، ولی چه می‌دونم اصلا با این چیزا مخالف نیستم، ولی این فرارهای لحظه‌ای فقط میبرتت پایین‌تر. ماجرا باید درست، ببین یک روزی که درست درس بخونی تو یه جامعه، تو اون جامعه در شأن یک انسان باید برخورد شه، از درس خوندنت نتیجه درست بگیری، کار برات باشه، شغل برات باشه، آینده بر... اینا درست میکنه جامعه تو، اینا آینده فرزندان تو تعمیم میکنه، نه اینکه تو گوشه یک رو ببری یه موفقیتی به دست بیاری از نظر مالی، بعدم بزنی تو اشغال، همه کسای دیگر رو هم از روشون رد شی، عقده های بقیه رو بدتر کنی. و ولی در کل این مسئله هم که من گفتم که جامعه بریده، خسته شده، آرمان و کنار گشته، افتاده تو این خوشی های لحظه ای، حالا چرا با تمام این تفاصیلی که گفتم، با تمام این صحبت هایی که کردم، من شخصا ناامید نیستم؟ واقعا چرا ناامید نیستم؟ ببین تمام مشکلاتی که گفتم و اینکه گفتم که جامعه ول کرده مسائل سیاسی تا حدی و دوچار خودشو داره با خوشی‌های لحظه‌ای سرگرم میکنه و فقط داره به خودش فکر میکنه، این چیزی که در طول تاریخ نه فقط در ایران، در خیلی از زمانها، در خیلی از جاها، وقتی جامعه احساس کرد از پس عامل بدبختیش بر نمیاد، این روش رو تو زندگیش انجام داده. در خود کشور ما در دوران قاجار ما به طور کامل این قضیه رو شاهدیم، یعنی به خصوص اواخر دوران قاجار، واقعا این عبارت رو شاید شنیدی، جماعت چردی ملت خواب زده، همه تریاکی، همه یک. ببین من نمیگم مواد مخدر زمان شاه نبوده، مواد مخدر زمان آینده نخواهد بود، در جهان وجود نداره، همیشه بوده، هست و خواهد بود، اما اینطور که یک جامعه رو خمود کنه، این خوشی‌های لحظه، این فرارهای لحظه‌ای، این به زندگی خود فکر کردن، این خمودگی و گرد مرد پاشیدن در زمان قاجار هم وجود داشت و تمام ملت تریاکی بودن. بخونید واقعیت، تمام مردم خموده، افیونی، ولی بالاخره این ملت از خاکستر خودش برخاست و چه برخاستنی هم کرد. یهویی تو 16 سال زمان رضاشاه بزرگ، توسط خود رضاشاه بزرگ، توسط اون تیم روشن فکر دور رضاشاه، مثل داور، مثل علی دشتی، مثل و میتونم الان تا صبح براتون اسم بیارم از اون جبهه روشن فکری اون زمان، اینا جامعه رو بلند کرد، جامعه پاشد، رو پای خودش ایستاد. ببین در زمان محمد رضا شاه، هر انتقادی داری داشته باش، هر چی میخوای بگی بگو، حس امید تو جامعه وجود داشت، حس برتر شدن وجود، حس امید به آینده وجود داشت، با وجود زهری که یه کسانی مثل شاملو و آل احمد و اینا تمام مدت داشتن میپاشیدن، ولی در جامعه پتانسیل احساس رشد و امید به آینده وجود داشت، برای کار کردن، برای شغل داشتن، برای آینده، برای آینده خوب ایران، احساس مثبت بود. مثل الان ما خیلی شبیه اواخر دوران قاجاریم، یا حتی از خارج براتون مثال بیارم، مثلا فرانسه موقعی که توسط ارتش نازی اشغال شد، یه بخش زیادی از مردم به جای اینکه مقاومت کنن رفته بودن و در کافه ها با همین اشغالگران خودشون مشغول عیش و نوش شده بودن، کلی از دختران فرانسوی
خودشونو تقدیم افسران ارتش نازی میکردن. یه دوره ای تو فرانسه رو شما کتاب ویلیام شایره رو بخونید در مورد فرانسه، خیلی کتاب جالب و پرمحتواست. شما اون کتاب وقتی میخونید میبینید اصلا یه روحیه را افتاده بود توی بخشی از فرانسوی ها که آقا دیگه اینم هست، کاریش نمیتونیم بکنیم، از پس اینا بر نمیامد. درسته که پارتیزان ها مقاومت میکردن، درسته که اینا، ولی در آخرش هم مردم اکثریت افتاده بودن توی این، یعنی این حالتی که مردم به همه هر شب تو کافه های فرانسه مست بودن، این وضعیت در موقع هایی که کشورها مردمانش احساس میکنن از پس عامل بدبختشون بر نمیان وجود داره. ولی من امید دارم، چون تاریخ خودمون که ثابت کرده ما از خاکستر خودمون مثل ققنوس برخواستیم. و ببین هموطنی که فکر میکنی براندازی راهش نیست و اینا، این جمهوری اسلامی نخواهد توانست ایران رو به هیچ جایی برسونه. میدونم که برخی از شما دم از این میزنید که این دولت هاند که مشکل داره، نه مثلا حرکت کلی نظام. عزیز من، سیستمی، شما تمام رئیس جمهورهای تاریخ این جمهوری اسلامی رو به نظرتون غلط بوده، شماهایی که باور دارید سیستم درسته رئیس جمهور غلطه، یعنی همه رؤسای دولت از زمان بنی صدر بگیر بیا تا با اون رجایی که چی اصلا عمری نداشت دولتشون، خود خامنه ای هم که هیچکاره بود، موسوی رئیس دولت بود که این وضعشه، بعد خاتمی، بعد رفسنجانی، بعد احمدی نژاد، حالا روحانی. ببین این سیستم نخواهد گذاشت که یک فرد لایق وطن پرست به دور از مافیای فساد روی کار بیاد. این سیستم نمیذاره یک نخبه بیاد رو کار، نمیذاره یک فردی بیاد وضعیت مملکت رو بهبود ببخشه. در مورد اینکه فکر میکنی ایران به اقتدار رسیده و اینها، حالا درسته این همه هم جنجال پیش اومد، ولی من رو همه حرفایم که تو اون برنامه خطاب به اون پسرک نادان زدم هستم هنوز، لینکش رو این بالا براتون قرار میدم، نمیخوام اون 40 دقیقه حرفا رو دوباره تکرار کنم. به هیچ عنوان ایران به اقتدار نرسیده امروز. اصلا من قبول ندارم که شما، حتی نمیگم هم کار درست یا غلط، ولی حتی شما بر ضد آمریکا و اسرائیل هم کاری نکردید. همه شعاره. شما چیکار کردید بر ضد آمریکا؟ آمریکا بهترین وضعیتش این حالت ایران، این حالت جمهوری اسلامی. حالا هزاران بار من توضیح دادم، میخواید بیشتر بشنوید، واقعا علاقمند بشنوید، اون برنامه‌ای که لینکش رو این بالا الان دوباره میذارم ببینید که خطاب به اون پسرک بود. حالا حواشی بعدش کنم، هم حرفای من دقیقا درسته تون برنامه و رو حرفام هستم. این انتخابات 1400 هم بیاد، احتمال خیلی زیاد مردم رأی نخواهند داد و من احتمال میدم که چیزی هم هست که الان نمیگم، خیلی وقت نمیگم، احتمالم میدم که یک نظامی رو کار بیاد. حالا ببین، خیلی وقت این پروژه قبولوندن یک نظامی به عنوان یک وطن پرست و این حرفا داره از طریقهای بسیار زیادی پروپاگاندا میشه که به مردم قبولونده شه. الان این بحث من نیست، ولی بدون امکان نداره در این سیستم، محال ممکنه در این سیستم بشه با این شیوه و ساختار این سیستم بشه که یک فردی بیاد با هر تیپی، با هر عقیده‌ای، و در انتخابات ایران زیر نظر شورای نگهبان تایید صلاحیت بشه و بیاد و بخواد تغییر مثبتی به وجود بیاره. امکان محال همچین چیزی. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که اولا از لحاظ فرهنگی اون حرفایی که گفتم، سعی کنی به جای اینکه به خوشی لحظه‌ای فکر کنی، سعی کنی به جای اینکه به فرار در عصر فکر کنی، به جای اینکه غرق اعتیاد و مواد و نمیدونم مشروب هر هفته و نمیدونم روابط جنسی آنچنانی یا اصلا ناامیدی بشی، به جای اینها باید یک آرمانی رو در زندگیت بسازی به نام آرمان ملی، آرمان سیاسیت، و رو اون آرمان وقت بذاری، تا حد خودت تلاش کنی، تا حد خود بکوشی. ببین تهش یه آدمی مثل من که الان ایران نیستم،
من نمیتونم برم سر زندگیم. باور کن من وضع مالی بدی ندارم. من زندگی خوبی دارم. زندگی آرومی هم داشتم قبل از این مسائل سیاسی. فقط دارم اذیت میشم. ولی آرمان ملی برای خودم تعریف کردم. سعی میکنم در راه آرمان ملی بکوشم. این آرمان گرایی رو دوباره برگردون به خودت هموطن. ببین میدونم که انتظار داری مثلا شاهزاده رضا پهلوی بیاد کاری رو که رضا شاه انجام داد انجام بده. الان 1399 1299 نیست. جامعه امروز، جهان امروز، جهان تک فردی نیست. رسانه‌های جریان اصلی هم که نقش اصلی رو تو تغییرات سیاسی در دنیا ایجاد میکنن مخالف بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هم به هزار دلیل که تو این برنامه نمی‌گنجه. و من دیدم ایشون حداقل دو بار تلاش کرد اون شیوهی که خیلی آتون میگید، مثلا بیانیه داد که آقا برید فلان جا سر قضیه دریای خزر در جلوی مجلس شورا گفت، بیانیه داد، هیچکی نرفت. چرا نرفت؟ حالا یه بخشی بگیم به خاطر ترس، بخشی بگیم به خاطر این مسائل. چرا نرفت؟ به خاطر اینکه نشنید اصلا جامعه. حالا شما یه کاری که میتونی بکنی از ببین، باید یه کاری بکنیم که نشون بدی اگه واقعا براندازی طرفدار پهلوی، باید نشون بدی که این فرد چقدر اهمیت داره، حرفش در جامعه چقدر مخاطب سنگینی داره. وقتی ترامپ میدید که رسانه‌های جریان اصلی بر ضدشن، کاری ندارم که آخرام زمینه زدن، ولی تلاشش رو کرد، توییتر رو انداخت و حرفاش توییتر مستقیم زد. شما ببین در جامعه ما اگر واقعا براندازی، آقا حداقل کاری که میتونی بکنی یه کاری کن، پیج شاهزاده رضا پهلوی بشه جزو سه تا پیج اول پر مخاطب. اینقدر مجبور کن مخاطب کسانی رو که فکر مسائل سیاسی نیستن، یه کاری کن بیان عذر، حداقل ایشون اگه یه روزی یه صحبتی میخواد بکنه صداش شنیده شه. زش نیست تو جامعه ما که بهنوش بختیاری یا پویان مختاری اینقدر مخاطب داشته باشه. بعد ببین بحث زشتی و غیر زشتی نیست، این نشون دهنده مسائلیه. ببین رضا پهلوی نمیاد الان خودش رو تخریب کنه که. الان چیکار میتونه بکنه؟ باید یه چیزی ببینه از این مردم، باید یه بازخوردی ببینه که اینم شیر شه بره کاری که لازمه رو بکنه. اگر میگی که الان چه دلیل داره که اینقدر مثلا پویان مختاری چنون نمیدونم 7-8 من چند میلیون فالوور داشته باشه، رضا پهلوی 1 میلیون، خب معلومه که این الان چی بگه؟ این الان بیاد بیانیه بده، این الان بیاد کاری بکنه، مثلا چی از من کی میشه؟ روز رسانه‌ای جریان اصلی که پخش نمی‌کنه صداشو، هیچ کدوم بی بی سی و اینترنشنال و اینا واقعا نمی‌کنن. اگه بخواد کاری بکنه بیانیه‌ای بده از قبل نمی‌کنن. دیدید دیگه سر قضیه خلیج فارس در خزر هم نکردن. اگر میگی مردم میترسند برن فالو داشته باشن این فرد، حالا تو اینستاگرام، تو یوتیوب، تو تلگرام، هر جا، اگه مردم میترسن و فالو داشته باشن، مردمی که از حتی جرأت فالو کردن یه نفرم ندارن، انتظار تغییر نباید داشته باشی. اینا رو شاهزاده میدونه ها. در مورد این که فکر کنی خارج از کشورم بخواد کار عجیبی را بندازه، آقا من دارم به شما میگم همین حواشی هم که برای خودم به وجود آورد بیشتر منو مطمئن کرد. یک سری حسادت ها، یک سری منم منم ها، یک سری من برترم ها، یک سری چیزایی که نمیخوام چون به یه سری مسائل دامن بزنم حوصله بحث درموردش ندارم، یه سری خاله زنک بازی ها، یه سری آدم هایی که خیلی بیشتر از ایران به خودشون فکر میکنن. طرفی که با من درگیر شده بود، حالا که داشتم میدیدم یه بار دیگه برنامه هایی که ساخته، روی جلد برنامهش زده گزینه سابسکرایب، یعنی عکس سابسکرایب رو گذاشته رو والپیپر برنامهش. این نشون میده که حالا کاری ندارم که اگه واقعا هدفی نداشته باشه بعد از برنامه زاهدی و اینها اومده به من حمله کرده، اگر خوشبینانه بخوام نگاه کنم این که آقا هدفش مشخصه با جنجالی که راه انداخت، چیزی بود که همه از قبل میدونستن مخاطبین قدیمی من، روی عکس والپیپرش زده سابسکرایب. یعنی چی؟ یعنی حاضره یه نفری رو در اپوزیسیون طرفدار پهلوی هم خودشو مینامه،
تخریب کنه فقط برای اینکه دو تا فالو بیشتر بگیره. این چیزا تو جامعه ما هست، تو رده‌های بالا به یه شکل‌های دیگه ای هست. یعنی فکر نکن مثلا تو فلان، فکر کن ققنوس چجوری هستن پاشید، شورای ملی ایران چجوری هستن پاشید. این دستات ها تو فعالین سیاسی خارج از کشور هست. فکر نکن شاهزاده پهلوی یه تیمی مثل قطب‌زاده و یزدی و اینا دور و برش داره که میتونه با اینها چه کار عجیبی بکنه. نه، مردم ایران باید دست به دست هم بدیم. یه همچین آلترناتیوی، حداقل چیزی که در مورد شاهزاده پهلوی میدونیم، اطمینان داریم، اینه که ایشون جمهوری اسلامی نتونسته روش کنترلی به وجود بیاره. و دلیل اینم که چرا شاهزاده رضا پهلوی، ببخشید صبر اومد، دلیل اینم که چرا شاهزاده رضا پهلوی مثبت‌تر، من قبلا بارها توضیح دادم، گفتم نام فقط نام پهلوی مطرح نیست، آمدن پهلوی به ایران یک برندی است که نشون دهنده روابط درست بین المللی خواهد بود، نشون دهنده رفع تنش در سطح جهانی خواهد بود و اطمینانی میده به صاحبان ثروت و صاحبان دانش ایرانی که بیان سرمایه هاشون رو در داخل کشور بذارن. یک جو ثبات به وجود میاره، یک جو اطمینان به وجود میاره، برند پهلوی. حالا خیلی نمیخوام روی قضیه بحث کنم، آقا حداقل کاری که میخوای میتونی بکنی اینه دیگه، یه کاری کن پیج های شاهزاده رضا پهلوی بشه پیج نفر اول دوم ایران. حالا باید ببین اون موقع چه انگیزه این فرد پیدا کنه. آخه ما هم باید یه کاری بکنیم دیگه، نمیشه که هر کسی فقط بشینه و نظارگر فعالان سیاسی باشه یا نظارگر یا علاقمند به یه چیز. جو جامعه باید جوی بشه ملتهب. و من امید دارم، من امیدم از دست نمیدم، چون تاریخ ایران به ما ثابت کرده که میتونیم رو پای خودمون وایسی. تاریخ ایران ثابت کرده که ما میتونیم جهنم ها رو ازش در بریم، بارها این کار رو کردیم. این فرقه تبهکار حاکم بر ایران هیچ چیزی غیر از پر کردن شکم یه مش مفخور دوروبر خودش نمیخواد. هر اندیشه سیاسی داری باید به فکر آبادی، آزادی و درست کردن وضع ایران بیفتی و این درست شدن به وجود نمیاد مگر با ساقط شدن این نظام حاکم بر ایران. و این ساقط شدن هم میشه که بشه، منتها نباید ما بذاریم دوباره اتفاق بیفته مثل آبان 98، مثل سال 96 اونها، که یک عده‌ای برند و از بین برند، کشته بشند، فدا بشند، به خاطر اینکه اکثریت جامعه ازشون حمایت نکرد. این دفعه اگر یک همچین ماجرای پیش بیاد، اکثریت جامعه باید بره بپیونده به اون اقلیت. و این مسائل همش در حالت‌های به وجود میاد. ببین همه اینا به هم وابسته است دیگه. اون کسی که اون بالاست قرار رهبری رو به دست بگیره، اون فرد باید ببینه چقدر مخاطب داره، چقدر پذیرش داره، نه اینکه هر کی حالا دلش چی میگه. شما بکن رضا پهلوی رو نفر اول دوم تعداد فالوور توی شبکه‌های مجازی و ببینن چه اتفاقی میفته. به هر حال من مجموع این حرفایی که زدم رو بخوام در یک عبارت خلاصه کنم، اینه که هموطن من، در زندگی شخصی خودت و هر کسی در اطرافیانش یک جای رو باز کنه به نام آرمان ملی و تصمیم بگیره از همین فردا وقتی از زندگیشو، بخشی از هزینه مالیشو، حالا هر کی هر چوری که میتونه بپردازه به صورت خاص به اون آرمان ملیش. همین، این کار رو اول شروع کنیم ما، نه اینکه فقط هر کس به خودش و زندگی شخصش رو بپردازه. واقعا تا جایی که میتونه هر کس روش تلاش کنه، این جو جامعه رو از حالت خمودی در میاره. به نظر من قدم اول اساسی در این راه اینه، تا قدم های بعدی که حالا فرصت بشه بعدا بیشتر در مورد صحبت میکنیم. من به شخصه کار تاریخ رو سعی میکنم ادامه بدم، بسیار مهمه. جمهوری اسلامی خودش میدونه چقدر مهمه، برای همینم هم داره خودش رو میکشه با انواع اقسام هزینه های میلیاردی، دارن سعی میکنن تاریخ رو تحریف کنن. خیلی خوبم جمهوری اسلامی میدونه چه اهمیتی داره واقعیت تاریخ رو دونستن، برای اینکه
اگر تاریخ رو تحریف کنه میتونه تحریفات پروپاگاندای امروز سیاسی خودش هم بکنه. وقتی جمهوری اسلامی داره تحریف میکنه شاهو، وقتی داره میگه که شاه نوکر آمریکا بود، اگر نتونیم ثابت کنیم، اگر چون واقعیت که موجوده، اگر ما نتونیم بیرون بکشیم با اسناد و مدارک ثابت کنیم که شاه چجوری جلوی زیادخواهی آمریکا ایستاد، اون وقت جمهوری اسلامی به این راحتی نمیتونه بگه من یه شعار مرگ بر آمریکا میدم بس من دارم استقلال ایران رو به وجود میارم. نه، شاه به حد نهایت استقلال ایران رو تضمین کرده بود، منتها اینا رو باید باز کرد. اینا تاریخه، مربوط به گذشته، اینا مربوط به آینده، اینا چیزیه که در امروز ما لازمه که جوان‌ها بدونن. فقط این نیست که ما بگیم شاه آی خدا بیامرزتش روحت شاد. نه، اولا آلترناتیو اصلی که خود من شخصا دارم براش میکوشم شاهزاده رضا پهلویه و یک بخشی از مشروعیت ایشون عملکرد پدر و پدر بزرگشونه و از بین بردن تحریفات در مورد اون دوره است. ثانیا این که میگم جمهوری اسلامی اگر بتونه تاریخو تعریف کنه خودشو میتونه توجیه کنه. پس تاریخ مهمه و من سعی میکنم کار تاریخم رو ادامه بدم. اون تا دوستان واقعیت انقدر به اعصابم فشار آورد این حواشی اخیر، به قدری به هم فشار آورد، چون من حاضرم بمیرم یه سری انگ ها رو نخورم. ببین همه من حمله کرده بودن، خود امید دانا من حمله کرده بود، همه آدم ها برنامه مختلف حمله کرده بودن، ولی وقتی یه نفری تحت عنوان اپوزیسیون پهلوی داره به من میگه مزدور، برای من خیلی چیز دردناکیه. من حاضرم بمیرم چنین انگی نخورم، در صورتی که دارم اون آرمان ملیمو در حد خودم به نهایت اندازه خودم انجام میدم. بماند دیگه، ولش کنیم بحثا رو. ولی من برم یه سفری برم، هم به کارم برسم هم روحیم یکم بهتر شه، باز میگردم با برنامه خدمتتون. دوستتون دارم، ممنون بابت حمایتاتون، من بسیار ازتون سپاسگزارم. شاد و پیروز سربلند باشید پاینده ایران، برقرار باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. فعلا بدرود تا بعد. همه پریشان بود، پیش گوزشان یک نوفشان برای وطن بپیش، این وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش. رنجی که ما بردیم در تمام طول را، کجا توانی حس کنی تو بی وطن تو مرد ناگاه. میشه دوزه چار یک دوزه چار برای وطن نبیش، بی آدم چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش. پیروزی فارغ از تراز و غم، صفوف مردان متحد به سوی صلح، صف شهیدان هم پیش دوزه چار یک دوزه چار برای وطن بدیش، بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش. از شهیدان گفتم هست رود ما بر آنان، چه خون پاکشان ارزشی دگر بداد بیسیت انسان. پیش دوزه چار یک دوزه چار برای وطن نبیش، بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش. Thank you.
میخونیم، ایران را میسازیم برای ایران و خلق قهرمان من حماسه پردازیم. بیش دوسته چند یک دوسته چند برای وطن بخیش بیادن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و چیش. دیگران یار دیگران شویم به خاطر زندگی. پیش دوسته چند یک دوسته چند برای وطن بگیش بیدادن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و چیش. که خورشید میدمد دوباره از برای توفنها. پیش دوسته چند یک دوسته چند برای وطن بگیش بیوطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و گیش.